سلام، وقتتون بخیر. من سینا ولی‌الله هستم، با چند شنبه در خدمت شما. اما میرسیم به مهمون برنامه چند شنبه. مهمون این هفته یه برنامه چند شنبه، در واقع یک بند، اما به اندازه 25 تا بند استعداد دارن، باهوشن و کاراشون زیباست. 25 بند. خیلی خوش اومدید. خیلی خوش اومدید. تمنا می‌کنم. خیلی لطف کردین. محبت کردین و خیلی خوشحالی می‌بینیمت. ما بیشتر، دوستانم همینطور. به هر حال شما یکی از بهترین هنرمندای ما هستین و هم مردم خیلی دوستتون دارن، هم من خیلی دوستتون دارم. مرسی. امیدوارم که شما منو همینقدر دوست داشته باشین. مجبوریم دیگه. الان که دیگه مجبوری. الان دقیقاً مجبورین که منو حداقل اندازه خودم دوست داشته باشه، اندازه‌ای که من شما رو دوست دارم. دوست خوبمون بودی و هستی. امیدوارم که بعد از این برنامه با هم مطمئن باشی همین تو خواهد بود. چه خبر؟ سلامتی، مرسی عزیزم. ممنون. همه چی عالی و خوب؟ همه چی خوب، رو به راه. خدا رو شکر. کاروبار چه خبر؟ کار جدید؟ کار جدید که همین الان تازه فکر کنم از رختکن اومدیم دیگه به این چند هفته ای نیست که کار اومده بیرون، ولی کار جدیدم الان فیلم برداری کردیم و تو ادیت هست. چجوری این پروسه بیرون دادن کارها به چه صورت کار که تولید میشه؟ صبر میکنی؟ چون فکر میکنم به علت پرکاریتون، بزنم به تخته، کار آماده زیاد داریم، ولی چجوری اینا رو برنامه ریزی میکنید که مثلا این الان بیاد بیرون، این یکی مثلا دو ماه بعدش بیاد بیرون، یا همینجوری بدون منظور خاصی همینجور عشقی میدینش بیرون؟ عشقی که نیست، ولی کارها آماده است، یعنی موزیک ها آماده است، ولی نسبت به فصل، حال و هوا، اتفاقایی که بالاخره پیش میاد سعی میکنیم که کارهای فصل تابستونتون البته همیشه بهتر بوده. جدن؟ آره. خب نه، چون من احساس میکنم آقایون بیشتر طرفدار کارهای تابستونی هست. آره. کارهای زمستونیتون زیاد کار کم کم کلا کارهای زمستونیتون یه خود یخ بوده، ولی آره دیگه میگم باید ببینیم که چه کاری تو چه تایمی هست، یعنی چه زمانی هست، برای همون نسبت به حال و هوا و اینجور مسائل. خیلی خوبه، خیلی خوبه. ما اداره آب و هواشناسی در ارتباطیم دیگه. بله، با اونو کار می‌کنیم. آره، ببینیم هوا چطوریه. هوا چطوریه؟ آهنگ بعدی رو تولید می‌کنه. برف میاد، دارم یخ می‌زنم، می‌کنیم. سرد میشه، نمیاد، همیشه با هم می‌مونه. خیلی خوبه. عالیه. مرسی. همیشه آخرش سخته. نخواه باور کنم نیستی. نمیشه باورش سخته. همیشه اولش خوبه، همیشه آخرش سخته. خب باز هم در خدمت شما هستیم با برنامه چند شنبه. ایدل و تامین عزیز از 25 بند مهمون ما هستن و ما هم در خدمتشون. یه سوال داشتم من تامین جان، اول برنامه نپرسیدم، گفتم بذاریم یه خوری گرم شیم. چطکه بندازم ببینم چندمین سواله. نه، میخواستم که یه خورده بگذره که یه موقع با چک و لگد و این لیوان تو صورت من نیاد. الان گرمه. این موهای خودته؟ موهای ایدله. آره، موهای خودم. موهای توه؟ موهای خودشه دیگه. مثلا کلاه من مال منه، لیوان شما مال شماست. فکر نمی‌کنی یه خورده مو با کت و شلوار و کلاه فرق داره؟ مثلا پرسیده بودم ابرود مال خودته، میتونی اینو بگی؟ نه، مال خودشه. منظورش اینه که هر کسی وسایل شخصیش مال خودشه دیگه. کلی زحمت کشیدم مام بلند کرد. این بازمانده موزیک ویدیوی آخرمونه. همونجوری نگرش داشتید. یادم یه خواننده بود، هر وقت که میرفت میوزیک ویدیو ضبط میکرد، مثلا امروز میرفت میوزیک ویدیو ضبط میکرد، بعد موهاشو مثلا مش میکرد، چون یه مدت مش کردن توی میوزیک ویدیو مود شده بود، همه بدون استثنا مش جورج کلونی شده بودن همه توی میوزیک ویدیو. بعد این مثلا امروز رفته بود میوزیک ویدیو رو ضبط کرده بود، هفته بعد ما دیدیمش، دیدیم هنوز اونا رو سرشه، چون اینو یه بار مصرف دیگه کلا میزنی، بعد با شامپو بعد میره، یعنی یه هفته طرف همون نکرده بود. اینا هم اتفاقا اونطوریه، این رنگش هر بار که میچوری ماتو یه مقدار کمتر میشه، ولی مجبوری دوباره همونجا. حالا بعدا کلاس میذارم
این ته موهاست الان یا آره تقریبا از وسط موها به پایین، از وسط موها به پایین این رنگیه. بله اگه میخوای باز کنم که نه 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 خیال راحت، یعنی یک گل روز میمونه روی سرت. همین ایده رو داشتی، همین ایده توی ذهنت بوده یا والا این منظورت واسه درست کردن همین قسمت؟ نه اصلا طرحی که دادی چیز خاصی می‌خواستی بگی که من مثل یک گل روز میمونم یا یک گل گوشواراش هم خیلی قشنگه. گوشواراشو یه دقیقه نشون بدین. اصلا دیزاینایی که تامین میکنه جدا عالیه. گوشوارا رو یکی نشون بده به زبون خوش تامین. بفرمایید. ایناش بچرخ بچرخ. گوشوارا نیا کنین چقدر قشنگه. این طرح خودته؟ والا یکی دیگه درست کرده. اینو ما از هندوستان خریدیم. خیلی قشنگه. آره خیلی قشنگه. قشنگ گوشواره است. دقیقاً. جینگولای قشنگ داره. خیلی قشنگه. همیشه اولش خوبه، همیشه آخرش سخته. یه کار از کار گذشت، منم با حرفات خوشم، ولی چشمات میگفتن که کم کم باید بارو بست. به نظر تو آیا این درسته که ما تحمل شوخی رو نسبت به جوامع دیگه کمتر داریم؟ یعنی خیلی سریعتر ناراحت میشیم، خیلی بهمون بر میخوره، خیلی سریع به خودمون میگیریم و مخصوصا وقتی با همون شوخی میشه، اگه داریم با یکی شوخی میکنیم زیاد اونقدر اهمیتی نمیدیم که ممکنه طرف ناراحت بشه یا نه، ولی با همون که یکی شوخی میکنه خیلی سریع بهمون بر میخوره. درست قبول دارم. بله اینجوری هست، ولی من خودم کلا خیلی آدم شوخی هستم، یعنی سعی میکنم جایی که هستم اون حالا دوستان کسایی که دور هم هستیم به بتالت نگذره، شوخی کنیم بخندیم. خودم این کارو زیاد انجام میدم و خوشحالم میشم اگر کسی شوخی کنه و این شوخی باعث بشه که اون جمع مثلا خیلی خوب و چی میگن باحال وقتش لذت بسته. ولی خب میدونی یه مشکلی هم که داریم اینه که یه سری چارچوب ها داره بازم شوخی، که شما باید ببینی با کی داری شوخی میکنی، چه شوخی میکنی. خب مطمئناً روابط آدما با همدیگه فرق میکنه، متوجه این؟ به خاطر همین اگر اون فاکتورا رو آدم در نظر بگیره، خیلی شوخی های بد میتونی با دوستای خیلی نزدیکت بکنی که خب اون شوخی ها رو مطمئناً با آدمایی که چند بار دیدیشون نمیتونی انجام بدی. برای همین ولی شوخیات فقط کلامیه یا فیزیکی هم هست؟ مثلا یه دفعه ممکنه یه نه صدمه نمیزنم به کسی. الزاماً شوخی فیزیکی صدمه زدن نیست، میتونه صدمه در بر نداشته باشه. بله میکنم از این شوخی. آه میکنی. تامین چی؟ تو چی شوخی میکنی؟ اهل شوخی هستی یا؟ بله اصلا ایدل اجازه نمیده من شوخی کنم دیگه، از بس که خوش شوخه. منم آدم شوخ طبیعیه. ولی خب دیگه استاد اینجا نشسته. من میگم تامین میخنده. آره من بیشتر لذت خودگویی و خود خندی. نه خود گویم و کس خنده. تو الان داشتی میگفتی یکی اومال خود داشتی مالکیت تعیین میکردی، یکی حساب کردیم ما شما رو تا رو دیگه یکی هستیم، ولی بالاخره وقتی من موقع خندیدن نه همه با هم میخندن. من هم خودم میگم هم با هم میخندن. به شیرازیه گفتن پاشو بیا، گفت هم پاشم هم بیام. یه خسته میشم دیگه نمیشه. بله خب حق داری، ما چون یه رگ هم بخندونه هم بخنده، یه برای درار شیرازیه دیگه. اصلا میگن چرا عاقل کند کاری. دقیقا این هم یه ضرور مثل معروف شیرازی هست. خب تو چی؟ تو حالا جدا از شوخ طبیعه ایدل خودت هم شوخ طبع هستی یا؟ بله شوخ طبع. چون توی میوزیک ویدیوها حداقل توی بازی هایی که میکنید به نظر میاد که شوخ طبع این و شیطنت دارین در واقع. حالا شوخ طبع این شیطنتی هست، وقتی شیطنت باشه خب طبیعتا شوخ طبعی هم به دنبال داره. باید باشه، یعنی من اینو میگم زمانی که یک هنرمند یا آرتیست حالا جلوی دوربین یا پشت میکروفون قرار میگیره مال خودش دیگه نیست. یعنی من همیشه این مثال رو میزنم، من وقتی میرم تولد سینا مهم نیست که من چه رنگی و چی دوست دارم، مهم اینه که سینا چی دوست داره. یعنی شاید بالاخره همه آدما تو زندگیشون بعضی وقت دوست دارن ساکت باشن، آروم باشن، ولی وقتی که جلوی دوربین یا جلوی
میکروفون وای میسیم که یه کاری رو بخونیم یا کاری رو تاثیر برداری بکنیم که مردم ببینن، باید چیزی باشه که اونا دوست داشته باشن و به اون قالب اون موزیک هم بیاد. تمام حرکات، رنگ ها و همین مثلا. کلا ما کودک درونمون خیلی فعاله. ماشاءالله. ان‌شاءالله همیشه فعال باشه. خیلی باش در ارتباط نزدیک و تنگاتنگی. با هم زندگانی میکنیم مثلا. امیدوارم که همیشه هم در کنار هم دیگه باشید و همیشه هم موفق باشید. مرسی. تا حالا شده کسی باهاتون شوخی بکنه که بهتون بر بخوره یا حرفی بزنه که ناراحتتون کنه یا خوشتون نیومده باشه؟ در قالب شوخی، حالا در قالب شوخی یا حداقل اون در قالب شوخی، شما مثلا در قالب جدی بهش نگاه بکنید. نه اگه بوده زنگ بزنن بگن، شاید ما یادمون نمیاد ولی شاید متوجه نشدیم مثلا. واقعا نبوده. نظرتون راجع به زن و مرد چیه؟ چه فرقی بین زن و مرد هست؟ چه تفاوت‌ها، چه شباهت‌هایی دارن؟ سوال فیزیکی یعنی؟ نه، لحاظ فیزیکی من میدونم، از لحاظ لباس پوشیدن و فیزیکی رو میدونستم، از لحاظ رفتاری، شخصیتی من یه توضیح میدم. مثلا من شنیدم میگن چقدر لوسه یا چقدر مثلا ناز میکنه. این مرد و زن هر کدومشون یه سری خصوصیات اخلاقی دارن که باعث میشه بگن طرف مرده و خب این جنسیت رو از هم جدا میکنه. ناز کردن، لوس بودن، آرایش کردن، زیبا بودن، اینا مخصوص خانم هاست و محکم بودن، استوار بودن، قوی بودن، ناز خریدن، ناز کشیدن، اینا مخصوص آقایونه. یعنی این دلیل کارهای سخت در واقع مال آقایونه. اینطور که گفتی آقایون هم همچی الان کم ناز و ادا نیستن به حاله الان جدیدن که بیشتر هم شده. ولی کلن میگم بالاخره تفاوت ها فقط اینجوری میتونه باشه ولی در هر صورت مکمل. نظر تو چیه؟ سوال اگه ممکنه دوره. نظرت راجع به تفاوت های زن و مرد چیه؟ چه تفاوتی با هم دیگه دارن؟ به نظر من همینه که تایید میکنم، جرزنی میکنم، تایید میکنم حرفای ایدلو، من موافقم. خانم‌ها یعنی ناز میکنن، آقایون ناز میخرن. خب این دیگه، خب این که بخش خریداریش و فروشش و برعکسش هم اتفاقا تو زندگی ما هست. هم من خودم لوس میکنم برای ایدل، هم ایدل خوش بر من لوس میکنه. از نظر من زیاد تفاوتی ندارن دیگه. یعنی آره، جلوی مردم چرا مجبوری؟ به خاطر که ما با حالا اون بک‌گراندی که داریم بزرگ شدیم، فرهنگ ما اینطوریه که مردا باید صف وایسن و پشت خانوما باشن و خب. ولی خب تو زندگیمون اینجوری نبوده، هر دو با هم همیشه بله، چون واقعا یه نفریم. یعنی شعر یه چیزای آره شعر همیشه شعر داریم. آره ما ها یه نفریم، ما یه نفر قوی که قول دادیم هیچ جایی یه نفره نداریم. باریکلا صدا تا دیوونه روی ابر چه زندگی خوبه. همیشه با همین دنیا هیچ کی و شبیه ما ندیدین که بخندی، بدون که مهمه واسم اونایی که شاد نیستنم تو اشتباهن. هیچ وقت مشکلی داشتین برای اینکه بخواین به کار هنر، به کار خوندن، به کار موسیقی از لحاظ خانوادگی، از لحاظ فامیل یا اطرافیانتون؟ این یه سوالیه که خودش باز مشتق شده از دو سال به پاس ندی به اونا خودت بعد جواب بده. کرمانیم یه هسته بعد دو نو هسته، یه هسته هسته وسط میوه هسته. این سوال شما دو قسمت بعد از اول توضیح بدم. ما کلا پدرم استاد آواز هستن. بله. کارشون تدریس آواز هست و کلا خانواده موزیکی داریم دیگه، پس مسلما خیلی هم اتفاقا پوشمون کردن، کمک کردن، خیلی هر جا به مشکل خوردیم خیلی حمایت کردن. همچنین من بعد جواب ایدل من بده. آره دیگه تو بده دیگه، چون جواب تو داره قبل قسمت دوم اون هسته هسته. ایدل استودیوی موزیک داشت زمانی که ما ایران بودیم، یه استودیوی خیلی حرفه‌ای. البته الان موزیک هامون ما تو خونه خودمون ضبط میکنیم، اینم اضافه کنم به یک کارهای دیگه که خودمون داریم انجام میدیم. یه هوم استودیو هست که خودمون انجام میدیم. خیلی خوبه. کار ضبط کارامون هم خودمون انجام میدیم. خب کارش اصلا کلا یعنی موزیک بوده، حالا جدا از رشته هامون که من کامپیوتر خوندم، ایدل کشاورزی خونده، ولی کارمون کلا موزیک بوده. خب پس دیگه خانواده قبل اینکه ما کشاورزی خوندی پس آره برای همین
کشاورزی چون درس کنم از اون برای همین نگفتم برای همین چی که کشاورزی تنها رشته ای در تجربی که مهندسی داره. ببینید این مهمه، یعنی مهندس کشاورزی. نه میدونستم که خود کشاورز نیستی. نه خب نه البته همون هست، یعنی شما نه من کلا میخواستم رفتش بدم به موسیقی که بگم به خاطر همین هم هست که تمامی رقبا رو در عرصه هنر درو کردی. نفهمیدم من میخواستم تعریف بکنم مهلت ندادی. حالا هیچ وقت حالا شده، چون مثلا من مال خودم رو میگم، مادر من مثلا بعضی وقتا من برنامه که دارم یا کاری رو انجام میدم مثلا ممکنه زنگ بزنه بگه الوسینه جان چرا مثلا این کارو کردی، مثلا در شأن تو نیست، چرا مثلا خجالت میکشی پسر، مثلا آبروی ما رو بردی مثلا این کارو کردی یا این حرف رو زدی. یا مادر بعده مادر حالا شده مثلا یه میوزیک ویدیو بدیم بیرون، مثلا همون پورتوریکا رو مثلا داده بودیم بیرون، مامانتون زنگ نزد بگه خجالت میکشی. آقا شما من که خیلی خوشم اومده بود، فقط برای مادر پدرها داشتم میگفتم. من یه سوال دارم، توی استخر شما دیدی کسی با کت شلوار بره؟ تو خودت با پیرهن و شلوار کوتاه نشسته بودی. پات توش بود من یادم میاد. پام شلوارک دارم، کسی که میره تو آب چرا خودت با مایو نبودی؟ نه خب نرفتم تو آب. چرا خب نمیخواستی برش بری؟ اونایی که شما دیدین با مایو بودن یا تو آب بودن یا رفتن تو آب، یا اومده بودن بیرون، سندش موجوده. من نرفتم تو آب. بعد دیگه خب چرا نمیخواستیم بریم تو آب؟ بعد من برای اونا میخوندم، من خواننده بودم دیگه، من برای اونا میخوندم. تو چی تامین؟ والا اگه میرفتیم تو آب خب خراب میشد میکاپ موهامون دیگه. اصلا تامین که نبود اصلا من آره اونجا نبودم. لب استخر نبود ولی تو ماسه ها داشتی یه کارهای انجام میدید درسته؟ من آفتاب میگرفتم دیگه با لباس. البته واسه پوست میدونی که خیلی بده، خیلی بده. شما دو تا میوزیک ویدیو لب آب داشتیم ولی پاتون رو تو آب نبودیم. یکی دیگه ببینم، یعنی جرأت نکردیم. من اینو میخوام بگم، همینو میخوام بگم، جرأت نکردیم بریم تو آب دیگه. شما میخواییم همینو میخوام، میخوام ببینم اگه مثلا تو میوزیک ویدیو با مایو میرفتی توی آب ممکن بود مامان و بابا زنگ بزنن بگن پسر جان حالا گفتیم مثلا آب زنگ نمیزدن دیگه، بیلیت میگرفتن. نه ولی واقعا همیشه حمایت کردن و حالا پورتوریکا همیشه سوال هست. به نظر من یکی از بهترین آهنگاتون، بهترین میوزیک ویدیوهاتونه و فوق العاده است. من اگه دارم راجع به شرف میزنم به خاطر اینکه خودم واقعا دوستش دارم. همه میوزیک ویدیوهاتون دوست دارم ولی این یکی فوق العاده است. لطف دارین. خواستیم یه چیزی باشه که واقعا هم تابستونی باشه هم به موزیک بیاد دیگه. حالی بوده به نظر من. حالا بعضی جاها مثلا خیلی حساسیت ایجاد کرده، من شرمندم، عذرخواهی میکنم از همینجا، از همین تریبون استفاده میکنم. ویدیوهای آتی تو دریا هم حتما بریم تو استخرام بریم شنا کنیم. حتما چرا که نه. ولی خب خیلی خوبه. یه آهنگ جدیدتون بود که یه آهنگ ریتمی که خیلی باحالی بود، به قول خارجی ها کچی بود. سر زبانتو ببینم ننوشته چیزی، یه چیزایی فکر کنم. بذار فکر کنم بهش. همیشه با همین خیلی بلند فکر میکنم. من آره بلند فکر میکنم، برای همین هم هست که همه دوستان میگن خیلی تربیتو بود. آره فکر کنم بلند همینجوری که دارید میشنوید. اینه منو فکر من جوره هرچی که خواستیم بوده واسه دو تا دیوونه دیگه هرچی زندگی خوبه همیشه با همین دنیا هیچ کی شبیه ما ندیدی که بخندی بدون که مهمه واسه اونایی که شاد نیستن هم تو اشتباه هم تو اشتباه هم تو اشتباه هم تو اشتباه هم دیگه نیستن اونایی که شاد نیستن هم تو اشتباه هم واقعا آدم هایی که شاد نیستن تو اشتباه هم؟ بکنم آره همیشه اشتباه میکنن دیگه بکنم دفعه تو اشتباه هم تو اشتباه درسته تایید شد انشالله همیشه جدی میگم همه شاد باشن همیشه با همیم هم واقعا یه جورایی داستان زندگی خود ما بود و هست و انشالله داستان زندگی خیلی ها باشه همه انشالله که شما هم شاد باشین. من یه خواهش دارم ازتون، یه خواهش دارم که فکر میکنم بقیه هم این خواهش رو دارن. یک آهنگ رو برای ما با بندمون محبت میکنین اجرا بکنین، یه آهنگی که آماده خوندنش باشین، یعنی آمادگیشو داری الان. الان مثلا آماده خوندن که هستیم ولی خواننده کارش خوندنه دیگه. خیلی خوب، پس دیگه چه بهتر آماده باشه. چه بهتر. کدوم آهنگ تو
والا معمولا یه چلو کبابی یه نهاری چیزی به آدم میدن، توقع دارن آدم هم بخونه. ببین منو شرمنده کردم. یه دونه لیوان. ببین چه حرکتی بود. بله یه دونه لیوان واسه دو نفر. حالا درسته ما یه نفریم ولی های مجموع بخندم فقط. آره ما میتونیم چون نداریم لیوان دیگه. میتونیم بعد برنامه اشکال نداره. ما مشکلی نداره. یه چیزی رو من خدمت شما بگم، این لیوان مال من بودا. تازه اونم مال شما بوده. بیا بدتر کردی. نه بدتر. من شما رو بعد از برنامه شام میبرم. آقا یه دونه این پایه های دکور کمتر میزدی؟ هزینه کمتر میکردی؟ نمیشد آخه. هر پشتمون در میآوردن. به خدا هر پشتمون در میآوردن. ما برای همین خانم آقایو اشتباه میکنه. یه دونه نور کمتر میذاشتین اینجا دو تا لیوان میخورن. آره 70 تا نور اینجا 69 تا میذاشتین دو تا لیوان دیگه هم میذاشتین. به خدا دلم میخواست. به خدا دلم میخواست. ولی همه اینا رو من خون زندگیمو فروختم. خیلی خوب، خیلی عالی. خسته نشین شما. سمت میگی خدا حافظ، این قصه از اینجا شروع میشه، من بغض کردم تو چشات خیسه، دست دوتامون داره رو میشه، تو سمت رویای خودت تو هم اینه، اگه این عشق کشتش پای تو هم گیره، قول داده بودم به مرور زمان خوبشم، انصاف داشته باش نزار خوردشم. ببین شاید الان بگی تقصیر ما نیست این داستان عشق تو تقویم تاریخ، ولی مگه میشه این همه خاطره رو گو کرد و بعد نشست فقط فاتحش خون؟ نه نمیتونم، توی کتم نمیره. مگه میشه عشق یک شب عقب بشینه بدون خالی جاد تا که تو پرش کنی، واسه آدمی که یک عمر تو بوتش بودی؟ من که هر کاری کردم که نریه وقت، نه نمیدونم چرا یه زدی به هم، من عاشقتم اینو انکار نکن، مثل فیلمی که هیچ وقت اکران نشد. تشویقشون کنید، امیدوارم که باز هم در برنامه چند شنبه در آینده خیلی دور نزدیک، نه خیلی دور، دارم میگم خیلی دور، نه خیلی دور، خیلی نزدیک ببینمتون با ویدیو کلیپ های جدیدتون، با برنامه های جدیدتون، با کارهای جدیدتون، با کنسرت های بزرگ و موفقتون. مرسی. و ما هم هیچ وقت فراموش نکنید، بازم منتظرتون هستیم که مهمون برنامه ما باشید.